25 روز مرداد ماه برابر با 16 اوت، سال 1315 خورشیدی برابر با 1936 میلادی، بازداشت لورکا شاعر بلند آوازه اسپانیا. فدریکو گارسیا لورکا در گرانادا چشم به جهان گشود. از زمان انتشار ترانه‌های کولی، نخستین کتاب شعر لورکا وی را در زمره مشهورترین شاعران و نویسندگان زمان خود قرار داد. لورکا به سبب خلاقیت در آثار هنریش و به واسطه دفاع از مظلومان در مبارزات اجتماعی و عدالت خواهانش مورد تحسین قرار گرفته است. او عاشق شعر و موسیقی بود و ادبیات را با همه وجودش میکاوید و در کنار آن از موسیقی در هماهنگی بخشیدن به نوشته‌ها و نمایشنامه‌هایش سود می‌جست. ادبا در تجلیل از لورکا او را غزل ادبیات اسپانیا لقب دادند. از مهمترین آثار لورکا شعر شاعر در نیویورک و نمایشنامه تماشاچی را میتوان نام برد. فدریکو گارسیا لورکا سرانجام بازداشت و پس از چندی به جوخه اعدام سپرده و تیرباران شد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، تأسیس جمهوری اندونزی توسط سوکارنو. دکتر احمد سوکارنو تقریباً بلافاصله پس از اعلام پایان جنگ جهانی دوم در خاور دور به دنبال تأسیس یک دولت موقت و استقلال وطنش بود. با آن مجمع الجزایر را جمهوری اندونزی خواند و با سلاح‌هایی که ژاپنی‌ها در اختیار وی قرار داده بودند دست به ایجاد یک ارتش انقلابی زد تا مانع بازگشت هلندی‌ها شود. نیروهای ژاپنی پس از دریافت دستور پایان جنگ جهانی دوم در اندونزی برخی از سلاح‌های خود را به سوکارنو داده بودند. اندونزی از جمله مناطق اشغالی ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم بود که ژاپنی‌ها اشغال آن را با شعار اخراج غرب از آسیا آغاز کرده بودند. نیروهای ژاپنی پس از اخراج هلندی‌ها جای آنان را در اندونزی گرفته بودند. سالها طول کشید تا استقلال اندونزی تحقق یافت. به این مناسبت اندونزیایی ها این روز را روز ملی خود قلمداد کرده و جشن می گیرند. سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی، زادروز جیمز فرانسیس کامرون کارگردان آمریکایی. کامرون در شهر کوچکی به نام کوپوسکیسینگ در حومه انتاریو کانادا نزدیک آبشار نیاگارا به دنیا آمد. در 15 سالگی همزمان با تحصیلات متوسطه فیلم اودیسه فضایی را دید و به سینما علاقمند شد. خودش در این باره گفته است: با دیدن این فیلم به فیلمسازی علاقمند شدم. نمی توانستم تصور کنم که کوبریک چگونه این کارها را انجام داده است. مایل بودم آنچه را او انجام داده بود فرا بگیرم. چاره ای نبود جز اینکه دوربین سوپر 8 پدرم را قرض بگیرم و سعی کنم با سرعت‌های مختلف از اشیای دور اطرافم فیلم برداری کنم و بعد نتیجه را روی پرده ببینم. فیلم موفق دیگر کامرون فیلم آواتار بود. فیلم نه تنها پرفروش‌ترین فیلم سال 2009 محسوب می‌شد، بلکه پرفروش‌ترین فیلم تمام تاریخ سینماست. این فیلم علمی تخیلی باعث شد که کامرون برای بار دوم بعد از تایتانیک برای به دست آوردن جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی به روی صحنه برود.